اشکان صفایی همراه ما هست از اورشلیم. برای ما بیشتر بگو اشکان درباره گزارش سازمان ملل. بله، خب ابراز نگرانی درباره شرایط انسانی در نوار غزه از سوی سازمان‌های بین‌المللی همچنان ادامه داره. دو تای اونها همین هایی هست که بهش اشاره کردی. یکی گزارشی که سازمان ملل و یونیسف دیشب منتشر کردن، در اون به صورت ویژه از شرایط کودکان در نوار غزه ابراز نگرانی شده، روی دو موضوع اصلی انگشت گذاشته. یکی کمبود آب آشامیدنی سالم و غذا هست در نوار غزه. گفته که این کمبود بسیار هشدار دهنده هست و بسیار شدید هست. دومیش درباره بیماری های واگیردار هست که همونطوری که گفتی این گزارش میگه که تقریبا تمامی کودکان در نوار غزه، 90% اونها به دست کم یک یا چند بیماری واگیردار در حال حاضر مبتلا هستند. این گزارش میگه که اگر که فکری برای این شرایط نشه، احتمال یک انفجار مرگ قابل پیشگیری در بین کودکان در نوار غزه وجود داره. گزارش دوم همین گزارش سازمان بهداشت جهانی هست که گفته در دومین عملیاتش 32 نفر رو از بیمارستان، 32 بیمار شدید رو در واقع که در شرایط بحرانی هستند، از بیمارستان ناصر خارج کرده. دو ابراز نگرانی داره، یکیش درباره شرایط بیماران و کادر درمانی که همچنان در بیمارستان ناصر باقی موندند، و دومین ابراز نگرانیش هم درباره این هست که اگر شرایط به این شکل پیش بره و رسیدگی نشه به زخمیان، احتمال مرگ بسیاری از اونها وجود داره. اشکان صفایی همکارم که از اورشلیم با ما بود، خیلی ممنونم اشکان.